به نام خداوند بخشاینده و مهربان و با تقدیم سلام به یکی دیگر از ویدیوهای این چینل خوش آمدید. انفجار دو موتر بم گذاری شده در هلمند، دو سرباز جان باختند. سخنگوی والی ولایت هلمند میگوید که نیروهای امنیتی از پیش در این باره اطلاع داشتند و تدابیر امنیتی را گرفته بودند. عمر زواک سخنگوی والی هلمند امروز یک شنبه 5 اسد میگوید که دو تن از نیروهای امنیتی در نتیجه انفجار دو موتر بم گذاری در این ولایت جان باختند و 3 تن دیگر زخم برداشتند. آقای زواک افزود که این رویداد روز گذشته حوالی ساعت 10 شب در ولسوالی نهر سراج این ولایت هنگامی رخ داد که دو موتر بم گذاری بر دو پاسگاه نیروهای امنیتی منفجر شد. او می افزاید که نیروهای امنیتی از پیش در این باره اطلاعات داشتند و تدابیر امنیتی گرفته بودند. تا کنون هیچ گروهی به شمول طالبان مسئولیت این انفجارها را به عهده نگرفتند. همچنان در خبر دیگر، دور تازه سفر خلیلزاد، تلاش برای آغاز گفتگوهای میان افغانان. در خبرنامه وزارت خارجه امریکا آمده است که خلیلزاد در اسلام آباد خواستار نقش پاکستان برای پشتیبانی در پیشرفت گفتگوها میان افغانان خواهد شد. وزارت خارجه ایالات متحده امریکا روز گذشته شنبه 4 اسد در یک خبرنامه گفته است که زلمه خلیلزاد نماینده ویژه امریکا برای صلح افغانستان دور تازه سفرهایش را درباره صلح افغانستان آغاز کرده است. خبرنامه می افزاید که خلیلزاد روز جمعه سفرش را به مقصد قطر، پاکستان، افغانستان، ناروی و بلغاریا آغاز کرده است. در ادامه خبرنامه آمده است که خلیلزاد در سفرش به دوحه و کابل درباره مسائل باقی مانده بر سر راه گفتگوها میان افغانان به ویژه تبادله زندانیان و کاهش خشونت ها تاکید خواهد کرد. بر بنیاد خبرنامه، خلیلزاد در اسلام آباد خواستار نقش پاکستان برای پشتیبانی در پیشرفت گفتگوهای میان افغانان خواهد شد. این در حالی است که آقای خلیلزاد که شام روز گذشته در یک نشست که از سوی اینستیتوت صلح امریکا را اندازی شده بود سخن میزد، گفت که برای آغاز گفتگوها میان افغانان نیاز است تا خشونت ها کاهش یابند و روند آزادسازی زندانیان پایان یابد. بر بنیاد آمارها تا کنون حکومت 4400 زندانی طالبان را آزاد کرده و در حدود 861 زندانی حکومت نیز از سوی طالبان آزاد شدند. همچنان خلیلزاد تلفات برخواسته از جنگ در افغانستان کاهش یافته است. اینستیتوت صلح ایالات متحده امریکا به روز جمعه میزبان یک نشست از راه دور در باره آینده صلح افغانستان بود. زلمه خلیلزاد فرستاده ویژه ایالات متحده امریکا برای صلح افغانستان، هرچند از افزایش خشونت ها در کشور ابراز نگرانی می کند، اما می گوید که تلفات نظامیان و غیر نظامیان در مقایسه با سال پار به گونه چشمگیر کاهش یافته است. آقای خلیلزاد که شام روز گذشته در یک نشست که از سوی اینستیتوت صلح ایالات متحده امریکا را اندازی شده بود سخن میزد، گفت که برای آغاز گفتگوهای میان افغانان نیاز است تا خشونت ها کاهش یابند و روند آزادسازی زندانیان پایان یابد. خلیلزاد افزود ما با حکومت افغانستان و با طالبان کار میکنیم که تمامی طرف ها را به کاهش خشونت ها تشویق کنیم. افغان های بسیاری کشته میشوند. ما تعهداتمان را در برابر نیروهای امنیتی افغانستان نیز ادامه میدهیم و بر بنیاد توافقنامه دوحه اگر آنان آماج حمله قرار بگیرند ما به کمکشان خواهیم آمد. در همین حال حنیف اطمر نامزد وزیر امور خارجه کشور رهایی زندانیان طالبان را تعهد حکومت نمیداند و تاکید میورزد زندانیان که تا کنون آزاد نشدند قابل رها شدن نیستند.
آقای اتمر اظهار داشت زندانیان باقی مانده که در حدود 550 زندانی هستند از دید ما اوکنون قابل رها شدن نیستند، زیرا جرم های انجام دادن که توجیه کردنشان بسیار دشوار خواهد بود. دوم این که در مواد مخدر دخیل هستند و سیوم این که برخی از همکاران بین المللی مان گفتند که بارهای برخی از آنان مخالف هستند. خروج نیروهای امریکایی از افغانستان یک بخش مهم توافقنامه امریکا با طالبان است، اما زلمه خلیزاد تاکید دارد که پس از امضای توافقنامه صلح امریکا با طالبان هیچ سرباز امریکایی از سوی طالبان کشته نشده است و خروج کامل بر بنیاد شرایط و ادامه عملی شدن تعهدات طالبان بر بنیاد توافقنامه دوحه خواهد بود. او در این باره بیان داشت: ما برای خروج نیروهای خود جدول زمانی داریم، اما این خروج وابسته به اوضاع خواهد بود. ارجن قزاقونوف، سفیر قزاقستان در واشنگتن نیست که در این نشست حضور داشت، گفت: ما میدانیم که ایالات متحده آمریکا شمار نظامیانش را در افغانستان کاهش داده است. امیدواریم ایالات متحده کاهش سربازان خود را مسئولانه و به گونه مسئول انجام بدهد و خلای امنیتی در افغانستان ایجاد نشود. از سوی هم فرستاده ویژه امریکا برای صلح افغانستان ایران را به همکاری نکردن در روند صلح متهم می سازد و می گوید که این کشور از تلاش های صلح در این کشور از بهر تیرگی روابط با واشنگتن همکاری نمی کند. بر بنیاد آمارها تا کنون حکومت 4400 زندانی طالبان را آزاد کرده و در حدود 861 زندانی حکومت نیز از سوی طالبان آزاد شدند. نبیل: کشورهای منطقه از روند صلح بهره گیری اقتصادی می کنند. رحمت الله نبیل از اختلاف ها میان محمد اشرف غنی و عبدالله انتقاد می کند و می گوید که حکومت کنونی ناتوان است و فساد، تعصب و بی‌عدالتی به اوجش رسیده است. رحمت الله نبیل رئیس پیشین امنیت ملی از چگونگی روند صلح در افغانستان انتقاد می کند و می گوید که از این روند شماری از افراد و کشورهای منطقه بهره گیری اقتصادی می کنند. آقای نبیل که دیروز در یک نشست خبری در کابل سخن می زد، اوضاع افغانستان را نگران کننده توصیف کرد و گفت که کشورهای دیگر در باره صلح افغانستان تصمیم می گیرند. رئیس پیشین امنیت ملی همچنان از حکومت افغانستان نیز انتقاد کرد و گفت که موریانه های در حکومت وجود دارند که اگر جلو آنان گرفتن نشود نظام را از هم خواهد پاشید. نبیل افزود که اکنون کارمندان نهادهای استخباراتی منطقه در نهادهای دولتی گماشته می شوند. حال می بینیم که صلح ما هم نیابتی شده. صلح نیابتی به این معنا که مردم افغانستان هیچ گونه دخالتی و اشتراک در این صلح ندارند. رحمت الله نبیل گفت که در ساخت و سازهای نظامیان پاکستان در امتداد خط دیورن معامله های صورت گرفته است که حکومت باید در این باره پاسخ بدهد. اکنون پاکستان از حکومت نیز امتیاز میگیرد. امتیازها را گرفتن، شما میدانید که من چه میگویم. امتیاز سیم خاردار را گرفتن، امتیاز تجارتی و اقتصادی گرفتن و حتی در بعضی موارد در مقرری ها دست دادن. آقای نبیل در بخش دیگر از سخنانش حکومت را بر ناتوانی، فساد و بی‌عدالتی متهم کرد. با احترام به شخصیت‌های رئیس بانک ملی، همین حال مردم همین تشویش را دارن، میگویند که همین را به خاطر آوردن که پلیسی ها را سفید کنند. نبیل وجود اختلاف ها میان محمد اشرف غنی و عبدالله را به باد انتقاد گرفت و از عبدالله خواست که با شمار از اعضای شورای ملی به گونه مستقل با طالبان وارد گفتگو شود. حکومت اما درباره انتقادهای آقای نبیل چیزی نمیگوید. دوستان عزیز، ما منتظر انتقادات و پیشنهادات سالم شما جهت بهتر شدن محتویات بعدی این چینل میباشیم. لطفا نظریات نیل، مثبت و خوبتان را برای ما در کامنت بنویسید تا در آینده ما بتوانیم برای تان ویدیوهای خوبتر، بهتر و جالبتر را آماده سازیم. این بود ویدیو امروزی. تا ویدیو دیگر، الله یار و مددکار همه ایتان بود.